با درود بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا، من سیروس مشکی، وکیل دادگستری، خوشوقتم که این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی باشم. این برنامه هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا پخش می شود و در طی اون مطالب حقوقی، اجتماعی و تاریخی رو مورد بحث و مداقه قرار می دهیم. پیش از این که برنامه امروز رو آغاز کنم، مایل بودم که سپاسگزاری بکنم از دوست نادیده و عزیزی به نام آقای رضا اغنمی که اخیراً در سایت خبری خودشون، سایت خلیج فارس، نقدی بر یکی از کتاب‌های بنده که تحت عنوان در جستجوی عدالت چاپ شده است نوشتند. نقد بسیار مفصلی است با موشکافی و تحلیل دقیق جامعه شناسی و علمی مطالب کتاب رو مورد بررسی قرار دادند. از آقای اغنمی سپاسگزارم و دوستانی رو که مایل هستند به مراجعه به سایت خبری خلیج فارس که یک سایت زنده، گویا و بسیار دیدنی و خواندنی هست رجوع میدم. همینطور در پیرو برنامه‌های دو سه هفته اخیر که بنده در زمینه حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر مطالبی رو عرض کرده بودم، بسیاری از بینندگان گرامی از طریق ایمیل با بنده تماس گرفتند و اظهار لطف و محبت کردند نسبت به مطالبی که در اینجا بیان شد و بنده رو تشویق کردند که در این زمینه باز هم سخن بگویم. و بعضی از دوستان هم سوال فرموده بودند که آیا در زمینه قانون اساسی آینده ایران طرحی تهیه شده است یا آیا بنده نظریه‌ای در این زمینه دارم یا نه، که احتمالاً در هفته یا هفته‌های آینده در این زمینه صحبت خواهم کرد. اتفاقاً دو سه سال قبل بنده در روزنامه کیهان لندن که در اون موقع منتشر می‌شد مقاله‌ای نوشته بودم تحت عنوان قوانین اساسی دیروز، امروز و فردای ایران با یک مقایسه تحلیلی و تطبیقی از قانون اساسی دوران مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز طرح پیشنهادی ما برای قانون اساسی آینده ایران و طرحی هم که تهیه شده است برای این کار در برنامه‌های آینده حتما راجبش سخن خواهم گفت. اما امروز در پیرو خبرهایی که همچنان مطبوعات و رسانه‌های خبری دنیا رو به خودش مشغول داشته صحبت خواهم کرد و اون مسئله هجوم بی امان پناهجویان عرب سوریه‌ای و یا از کشورهای عراق و افغانستان و اینها به اروپا و نیز پناهجویان امریکای جنوبی به امریکا هست که در واقع چونان سیلی فراگیر غرب رو، یعنی اروپا و امریکا رو در بر گرفته است. در حدود 30 سال قبل به عنوان مثال در امریکا تعداد تقاضاهای پناهندگی که هر سال به ادارات مهاجرت امریکا می رسید از 10 یا 12 هزار تجاوز نمی کرد، ولی امروز که من در خدمتتون هستم تعداد تقاضاهای پناهندگی یا پرونده هایی که در ادارات پناهندگی و نیز دادگاه های مهاجرت منتظر عقص تصمیم هستند قریب 1 میلیون تقاضاست و این تازه غیر از تقاضاهایی است که مورد رسیدگی و تصویب یا رد احیانا قرار گرفته است. یعنی در حال حاضر حدود 1 میلیون تقاضا فقط منتظر نوبت هستن و منتظر حصول نتیجه هستن. همطور که میدونید سال قبل بیش از 65 هزار زن و کودک از امریکای جنوبی، از کشور مکزیک، السالوادور و غیره به امریکا هجوم آوردند، به طور غیرقانونی وارد خاک امریکا شدند و تقاضای پناهندگی کردند و اینها رو اسکان دادند در کمپ هایی و به تدریج روانه شهرها و نقاط مختلف در امریکا کردند. در
هم اکنون که در خدمتتون صحبت میکنم، بر طبق آمار رسمی دولت فدرال امریکا بیش از 450 هزار پرونده پناهجویان در دادگاه های مهاجرت منتظر وقت رسیدگی هست. اگر توجه بفرمایید که از مثلا هر 10 تقاضای پناهندگی که به دولت امریکا میرسه فقط یک یا دو تاش به دادگاه ارجاع میشه و اکثریتش در همون مرحله رسیدگی اداره مهاجرت مورد تعیین به اصطلاح تکلیف قرار میگیره و قبول میشه، ولی یه درصد کوچکیش به دادگاه میره. و بنابراین وقتی نگاه کنیم که فقط نزدیک 500,000 تقاضا در دادگاه ها منتظرن، بعد قضیه و فزونی روزافزون این تقاضاها رو میتونیم درک بکنیم. اما در اروپا هم وضع بهتر از این نیست. همونطور که در اخبار شاهد بوده اید، سیل پناهجویان از کشورهای به ویژه عربی اروپا رو به زانو در آورده. دولت آلمان اعلام کرد که سال گذشته بیش از 12 میلیارد دلار هزینه کرده برای اینکه پناهجویان و پناهندگان رو مورد اسکان قرار بده، و در سال جاری هم 6 میلیارد دیگر به این موضوع اختصاص دادن. خوشبختانه خانم انگلا مرکل اعلام کرده است در سخنرانی اخیرش که دولت آلمان انقدر ثروت و توان داره که بدون اضافه کردن مالیات و ایجاد بار اضافی برای شهروندان آلمانی این بار رو بپذیره. اگر توجه بکنیم که بسیاری از این پناهندگانی که به آلمان رفتن در کمپ هایی مستقر شدند که در حدود 60 سال قبل یا بیشتر توسط هیتلر و اعوان و انصار او برای زندانی کردن و نگهداری یهودیان آلمان به کار می رفت تا اینها رو بعد به جوخه اعدام و به اتاقهای مرگ و گاز بفرستند، این کمپ ها و این مراکز الان برای یک مسئله انسانی مورد استفاده قرار میگیره. اما وجود این درصد عظیم و این تعداد عجیب و غریب پناهندهی که از یک کشورهایی با فرهنگ مذهبی اسلامی و با ویژگی های خاص اقلیمی و فرهنگی خودشون وارد اروپا میشند، میتونه زنگ خطری باشه که در ظرف سالهای آینده چهره غرب رو چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ روابط اجتماعی و زندگی به کلی دگرگون بکنه. ما شاهدش بودیم سال گذشته که در قضیه تیراندازی که به نویسندگان یک روزنامه انتقادی و کمدی در فرانسه اتفاق افتاد، چارلی ابدو، که چندین نفر کشته شدند توسط تروریست های اسلامی که با وجود اینکه آمده بودند به فرانسه و احیانا اقامت یا تابعیت این کشور رو هم پذیرفته بودند یا در اونجا حتی متولد شده بودند، ولی به دلیل تعالیمی که ذهنشویی شده بودند همچنان سر عناد و مبارزه با فرهنگ غرب داشتند. بنابراین گروه های عظیمی که از این گونه نقاط به اروپا و امریکا سیل آسا هجوم میارند، این خطر رو ایجاد میکنه که چون اینها تحت تربیت و تعالیمی بزرگ شدند که امکان رادیکالیزیشن در اینها وجود داره، یعنی به راحتی میشه توسط افراد سودجو یا کسانی که به هر حال مطامع خاص خودشون رو دارن اینها رو به راههای افراطی و به قول خودشون انقلابی بکشونن. ضمن اینکه وقتی سیل صدها هزار نفری مهاجرین پا برهنه به کشورها سرازیر می شود، امکان این که همه گونه افرادی با نیت های مثبت یا منفی یا افکار مخرب در اینها جا زده شده باشند یا وارد شده باشند وجود داره. بنابراین به نظر می رسه که غرب در عین اینکه با مسئله جهات انسانی این قضیه مواجهه و باید انسان دوستی خودش رو بار دیگر به دنیا
نشون بده، ولی در این حال باید مراقب هم باشه که تبعات منفی و ناگواری پیش نیاد. و در این میان آنچه که گفتنی هست اینه که عجیبه که کشورهای عربی و اسلامی با همه توانی که دارن، چه از لازم منابع مالی و ثروت‌های ملی و امکانات دولتی و غیره، دروازه‌های خودشون رو بر روی این گونه پناهندگان بسته نگه داشتن و اینها باید بیان به کشورهایی که از همه نظر از لازم مذهبی، زبان، مذهب و غیره و فرهنگ با اونها در اختلاف هست و نکته اندوهباری سالی به هر حال کشورهای عرب و به ویژه کشورهای اسلامی به این پناهجویان روی خوش نشون نمیدند. با این مقدمه مایلم که برگردم به مسئله پناهندگی و وضع کنونی اون در امریکا و با کسب اجازه از بینندگان گرامی به تماشای یک موزیک ویدیو می نشینیم. بعد از اون باز می گردم و اینکه در امریکا چگونه به پرونده های پناهندگی رسیدگی میشه و اصولا طرز تلقی قانونی نسبت به این پرونده ها چیست و راز و رمز موفق شدن در این گونه تقاضاها چه است بحث خواهم کرد. با ما باشید. شبا هنگام در آمدم که بر جا در ره ها چون مرد ماران خفتگانم، در آن نوبت که بندم دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه، گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کنم. تو را من چشم در راه، تو را من چشم در راه.
شب و هنگام در آن دم که بر جا در ره ها چون مرد ماران خفتگانم، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دار، گرم یاد آوری یا نه، گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شباهنگام شباهنگام که میگیرند در شاخ تلاجم، سایه ها رنگ سیاهی و زان دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در خب بینندگان گرامی، بعد از دیدن این موزیک ویدیو باز میگردیم به دنباله بحثمون. همونطور که اشاره کردم در این برنامه راجع به مسئله بحران پناهندگی در دنیا و در کشورهای اروپایی و امریکا بحث میکنیم و عرض کردم که در حال حاضر تعداد پرونده هایی که منتظر رسیدگی قطعی در ادارات مهاجرت و دادگاه های مهاجرت در امریکا هست بیش از 1,000,000 بالغ شده. و اما برای اینکه ببینیم که فلسفه رسیدگی به این نوع دعاوی و این ادعاها چی هست، باید توجه بکنیم که پناهندگی به طور کلی بیش از آن و پیش از آن که یک مسئله حقوقی باشه، یک مسئله سیاسیه. در سال 1980 قانون پناهندگی امریکا عوض شد. در سال 1997 بار دیگر مورد تجدید نظر قرار گرفت. در 1980 اصل بر این بود که تا پیش از اون بیشتر سیاست پناهجوپذیری امریکا بر این بود که از کشورهای بلوک شرق و کشورهای کمونیستی هر کس بیاد به راحتی بتواند اجازه اقامت بگیره و پناهنده بشود. بنابراین از کسانی که در اون سالها از کشورهای اروپای شرقی یا روسیه یا چین به امریکا می آمدند و تقاضای پناهندگی می کردند، 97.5% مورد قبول قرار می گرفت. کافی بود یک بالریان روسی یا یک آوازخوان چینی یا یک رقاصه از اروپای شرقی به امریکا بیاد و تقاضای پناهندگی بکنه، بدون اینکه نیازی داشته باشه که واقعا ثابت کنه که جانش در خطره یا بیم تعقیب قضایی رو داره در کشور خودش پناهندگی بگیره. در 1980 این قانون تغییر پیدا کرد به نفع سایر کشورها و اتباع سایر کشورها، به این ترتیب که گفتن لزومی نداره که افراد حتما ثابت کنن که از کشورهای بلوک شرق هستن یا کمونیستی، و نیز لزومی نداره که ثابت کنن که حتما در صورت بازگشت به کشورشون خطر جانی دارند. همین که بتوانند قانع کنند مقامات اداره مهاجرت رو که بیش از 50% خطر تعقیب قضایی دارند،
کافی است که به اینها پناهندگی داده بشه. اما در این حال باید توجه بکنیم که کل نظام پناهندگی در امریکا و در همه جای دنیا، همطور که پیشتر اشاره کردم، بیشتر یک مسئله سیاسی تا حقوقی. اجازه بدید یک نمونه ای رو عرض کنم. دولت امریکا بر طبق قانون حمایت خارجی خودش موظف هست به حمایت از بعضی از دولی که کاملت الوداد هستن، یعنی روابط دوستانه با امریکا دارن. در صورتی که خطری برای اون دولت پیش بیاد، دولت امریکا موظف است که نیروی نظامی بفرسته و کمک کنه به اونها. در این حال بر طبق قانون دیگری، دولت امریکا حق نداره به کشورهایی که در اون حقوق بشر مورد نقض و پامال شدن قرار میگیره هیچ گونه کمکی، چه مالی چه نظامی بکنه. بنابراین در بسیاری از موارد این دو با هم در تعارض هستن، یعنی دولت امریکا با یک کشوری کاملت الوداده و موظف به حمایت از اون دولت هست، در حالی که اون دولت ناقض حقوق بشره. نمونهش مثلا در سالهای در دهه 80 بهترین نمونهی که در این زمینه وجود داشت کشور السالوادور بود. السالوادور از کشورهایی بود که با دولت امریکا روابط متقابل و قوانین قراردادها و پکتهای حمایت سیاسی داشتند و حمایت نظامی، و با وجود اینکه در السالوادور حقوق بشر کاملا نقض میشد و دولت اون یک دولت سرکوبگر و ویرانگری بود، محاضا اتباع السالوادور که به امریکا می آمدند و تقاضای پناهندگی می کردند، بیش از 97.5% رد می شد و دوباره بازگردونده می شدند به السالوادور. نمونه بارزی که در اون سالها اتفاق افتاد و خیلی جلب توجه حقوقدانان و ناظران سیاسی رو کرد، ماجرای روبرتو بود. روبرتو یک معلمی بود از اهالی السالوادور که با سندنیست ها و در واقع حکومت السالوادور در تعارض بود و به همین دلیل مورد تعقیب قرار گرفته بود. مامورین امنیتی السالوادور دو بار روبرتو رو دستگیر کردند، مورد ضرب و جر و شکنجه های وحشیانه قرار دادند. در دفعه دوم 30 روز او رو در زندان نگه داشتند، با اسید بدنش رو سوزاندن و حتی انقدر آزارش دادن که فکر کردن فوت شده و جسدش رو به تصور اینکه جسد بیجانی است در کنار جاده‌ای انداختند و رفتند. به طور کاملا تصادفی این شخص، این معلم، زنده موند و تونست فرار کنه از امریکا و از السالوادور و خودش رو به امریکا برسونه. حالا ماجرا به اینجا تمام نمیشه. در خود السالوادور حکومت وقتی فهمید که روبرتو زنده هست، دوباره دنبال او گشت و برادرش رو، به تصور اینکه این همون روبرتو هست، برادر روبرتو رو گرفتن و دستگیر کردند و قبل از اینکه او رو به طرز وحشیانه‌ای به قتل برسونن، آلت تناسلیش رو بریدن سرش و سرش رو از جدا کردن، چشماش هم از حدقه در آورده بودن و جنازش رو انداخته بودن در جنگل. یعنی برادر بیگناه او رو، به تصور اینکه این روبرتوه، چنین بلایی سرش آوردن. خود روبرتو هم قبل از اینکه بتونه فرار بکنه آنگونه مورد تعرض و شکنجه قرار گرفته بود. یک همچین فردی وقتی میاد در امریکا تقاضای پناهندگی میکنه، تقاضای پناهندگیش رد میشه و دستور استردادش به السالوادور صادر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه السالوادور، همونطور که عرض کردم، از کشورهایی بود که با امریکا قرارداد حمایت سیاسی و نظامی داشت و دولت امریکا و کاخ سفید نمیتونست اقرار بکنه که در اون کشور حقوق بشر نقض میشه، چون اگر چنین اعترافی کرده بود دیگه نمیتونستن که اون حمایت رو از دولت السالوادور انجام بدن. در همون سالها، در سال در دهه 1980، بیش از 50,000 نفر از مردم عادی در کشور السالوادور به جوخه مرگ سپرده شده بودند و به قتل رسیده بودند و 13,370 نفر از اون کشور تقاضای پناهندگی کردند در امریکا و فقط 2.5% اینها
مورد قبول قرار گرفت، در حالی که همونطور که عرض کردم آمار سایر کشورها تا 97.5% قبولی میرفت. در مورد ایرانی ها که بعد از 1979 و 80 بعد از انقلاب اسلامی به امریکا آمدند و تقاضای پناهندگی کردند، آمار قبولی در دهه 80 بیش از 50% بود، یعنی از هر دو ایرانی یک نفرشون مورد قبول قرار می گرفت. در جریان از این قرار است که هر سال کاخ سفید رئیس جمهوری امریکا باید تعداد پناهندگانی رو که در سال آینده باید امریکا بپذیره پیشنهاد کنه به کنگره، و در این میان معمولاً که تعداد حدود 70,000 تا 100,000 نفر در هر سال هست بین کشورهای مختلف تقسیم میشه، بنابراین سهمیه هر کشوری مشخص هست و همونطور که عرض کردم با توجه به روابط سیاسی و نظامی و اقتصادی امریکا با اون کشور میتونه اینها تغییر بکنه. در زمانی که در همون دهه 80 وقتی در افغانستان روس‌ها رفته بودند، با توجه به وضعیت بلا تکلیفی که وجود داشت به افغانی‌ها پناهندگی نمیداد در امریکا، ولی بهشون اجازه اقامت طولانی میدادند، فعلا باشید اینجا تا تکلیفتون معلوم بشه. و بنابراین ملاحظه میکنید با توجه به این شبکه بسیار پیچیده حقوقی و اقتصادی و سیاسی که پشت ماجرای پناهندگی وجود داره، این عوامل هست که تعیین میکنه که اتباع چه کشوری در چه زمانی بتوانند پناهندگی دریافت بکنند در امریکا یا نه. همکنون که با شما صحبت می کنم ادارات پناهندگی دچار یک بحران شدید در امریکا شدند به دلیل کمبود کارمند. بسیاری از مامورین اینها به مرزهای سوریه و عراق فرستاده شده برای اینکه پناهجویانی که از اون کشورها تقاضای پناهندگی می کنند مصاحبه بکنند، و به همین دلیل تعداد پرونده هایی که در داخل امریکا تقاضای پناهندگی کردند و منتظر رسیدگی هستند به فقط در کالیفرنیا به نزدیک 100,000 رسیده. در تمام امریکا پیش بینی میشه که در حدود 1,000,000 پرونده منتظر باشند و نوبت های پذیرش اینها برای مصاحبه به بیش از 2 سال رسیده. یعنی امروز اگر شما تقاضای پناهندگی بدید، البته اجازه کار و اقامت دریافت میکنید، ولی احتمالاً 2 سالی طول خواهد کشید تا شما رو صدا کنند برای مصاحبه و تعیین تکلیف. خیلی از دوستان سوال کرده بودن که آیا وقتی که من میام مثلا حالا بنا به اون 5 دلیلی که برای پذیرش تقاضای پناهندگی وجود داره تقاضا بکنم، آیا باید حتما مدارک قانع کننده ای داشته باشم؟ مثلا اگر میگم در کشور خودم جانم در خطر بود یا مورد تعقیب قرار گرفتم یا زندان بودم یا شکنجه شدم، آیا باید دلایلی هم بر این زمینه داشته باشم و ارائه بکنم یا نه؟ پاسخ این است که نه. بر طبق رأیی که در سال 1982 دیوان عالی کشور امریکا داد، پناهجویان فقط باید بیلیویبل باشن، یعنی قابل باور باشن، یعنی باید داستانی رو که میگند منطقی باشه و به اصطلاح اون مصاحبه کننده یا مأمور اداره مهاجرت یا قاضی دادگاه بپذیره اونو. برای اینکه حسب فرض کسانی که به عنوان پناهنده به کشوری میروند جونشون در خطر، شبانه فرار کردند و فرصت این که مدارک لازم رو با خودشون بیارند ندارن، بنابراین مسئله ثابت کردن ادعا بر اساس اظهارات شخص ملاک تعیین تصمیم خواهد بود. دوستان گرامی، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. تا هفته آینده شما رو به پروردگار بزرگ می سپارم.